رقابت و پیشی محمد رضا گلزار از علی دایی. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. شعاف محمد رضا گلزار با تسلا سایبر تراک جدیدش. تصویری از محمد رضا گلزار بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون که امروز همه رو شوکه کرد. محمد رضا گلزار امروز با منتشر کردن یک استوری جدید در پیج اینستاگرامش در کنار ماشین تسلا سایبر تراک همه رو شوکه کرد. تسلا سایبر تراک یک خودروی تمام الکتریکی در سبک وانت است که توسط تسلا طراحی و ساخته می شود. سایبر تراک در 3 مدل با رنج ها و شتاب های مختلف عرضه می شود. گرانترین نسخه این خودرو دارای 3 موتور است و با هر بار شارژ 800 کیلومتر دوام می آورد. این نسخه همچنین دارای شتاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت برابر با 2.5 ثانیه است. این خودرو همچنین در 2 حالت 4 چرخ متحرک و محور عقب عرضه می شود. در ادامه یک خودروی دستساز که دارای بدنی به سبک سایبر تراک است رو مشاهده می کنید. نسخه 3 موتوره سایبر تراک حدود 99,990 دلار قیمت داره. و حالا یکی از صاحبان خوشانس این خودرو کسی نیست جز آقا رضا گلزار. رضا گلزار که کار خودش رو در ابتدا از سینما و تلویزیون با فیلم سام و نرگس شروع کرد، در نهایت به خاطر چهره زیبایی که داشت و استایل خاص و متفاوتی که در اون زمان بین بازیگران داشت به خوبی در این فیلم درخشید و دیده شد و در نهایت رضا گلزار بعد از فیلم سام و نرگس تونست با کارگردان‌های مطرح و مشهوری قرارداد همکاری داشته باشه و در نهایت رضا بعد از سام و نرگس قراردادهای چند صد میلیونی خودش رو داشت در اون زمان و همین قراردادهای چند صد میلیونی در بازه زمانی خیلی کوتاهی تبدیل و قراردادهای چند میلیونی شد. محمد رضا گلزار جزو بازیگران واقعا هنرمند و پرتوان هستش. او توانایی نواختن چندین ساز و تار رو داره و در نهایت او سعی کرد با کنسرت هایی که در شهرهای مختلف ایران اجرا کرده بود و آهنگ هایی رو که روانه بازار کرده بود فکر کرد که میتونه در عرصه خوانندگی هم به خوبی همچون بازیگری بدرخشه. به همین خاطر رضا گلزار سعی کرد یک کنسرت در امریکا داشته باشه و برای این تور با اسپانسری که داشت، اسپانسر او در امریکا سعی کرده بود که تبلیغاتی رو برای رضا گلزار و کنسرت او و فروش بلیت او داشته باشه، اما در نهایت به محض ورود رضا گلزار به خاک امریکا با انتقاد تند و جنجالی ایرانیان مقیم آمریکا مواجه شد. بلیط های کنسرت او فروش نرفت و اسپانسر او دچار متضرر مالی شد و در نهایت وقتی رضا گلزار در روی صحنه آمد و شروع به خواندن کرد به صورت فالش خوند و صدای او کاملا آماده خوندن نبود و صدای او پر از خط و خشم بود و در واقع ریتم ها رو به خوبی اجرا نمی کرد و با یک شعر کاملا بی اساس و بی پایه آمده بود به امریکا که کنسرت اجرا بکنه و خودش رو همرده بسیاری از خوانندگان موفق ایرانی در امریکا قلمداد می کرد. اما در نهایت ایرانیان به او فحاشی کردند و به او گفتند گم شو از خاک امریکا، برو بیرون و تو جایی در اینجا نداری، تو جز بازیگرانی هستی که به خوبی جیب مردم رو خالی کردی و دست توی کاسه است و حالا اومدی این برای آبها که جیب ماها رو خالی کردی
تو بی‌هنرترین آدم هستی که فقط به خاطر راندهایی که در پشت صحنه داشتی تونستی به اینجا برسی، وگرنه بهرام رادان و سایر بازیگران خوش‌چهره و خوش‌تیپ‌تر از تو هم وجود دارند. پس چرا اونها با اینکه بنیه مالی قوی‌تر نسبت به تو داشتن نتونستند موفق بشن مثل تو؟ همه اینها اما اگرهایی داره و در نهایت رضا گلزار به ایران آمد و در واقع از خوانندگی فاصله گرفت. او سعی کرد با بسیاری از کمپانی‌های خودرو در زمینه اسپورت کردن خودروهای لوکس همکاری و فعالیت داشته باشه و برای همین خاطر علاوه بر قراردادهایی که با اونها داشت از جهات شراکت هزینه‌های تبلیغاتی سنگینی هم از این شرکت‌ها به عنوان دستمزد می‌گرفت. و در نهایت رضا گلزار مدتی بعد به طور رسمی و علنی به عنوان مجری وارد صدا و سیمای کشورمون شد. رضا گلزاری که شاید به هیچ عنوان تلویزیون رو قبول نداشت ولی حالا سر از صدا و سیما درآورده بود. او با قراردادهای سنگینی که با صدا و سیما داشت به خوبی درآمد چندین سریال رو می توانست با مجریگری از صدا و سیما دریافت بکنه و ظاهراً این برای رضا گلزار نتیجه بخشتر بود و او از سالهای پیش تا الان همین فعالیت خودش رو و همین حرفه مجریگری رو در صدا و سیما ادامه داده و هر روز به رقم قراردادهای میلیاردی او اضافه میشه. او در برنامه‌های مختلف مجریگری میکنه. با اینکه به هیچ عنوان لول تلویزیون و صدا و سیما و افرادی که در اون مسابقه شرکت میکنن رو قبول نداره، اما جالب‌تر اینه که آقای رضا گلزار در یکی از برنامه‌های مسابقه‌ای نوروز که برنامه اجرا می‌کرد به عنوان مجری، خانواده او هم در بخش میهمانان در بین مردم حضور داشتند و حضور همسر او یعنی آیناز توجه بسیاری از طرفداران رضا گلزار را جلب کرده بود. جالبه بدونید که رضا گلزار این روزها به عنوان مجری با استایل خاص و متفاوتی وارد صدا و سیما میشه و در واقع استایل او و تیپ او که در واقع به نسبت مجریان خاص و متفاوت تر هستش صدای همه رو در آورده، در صورتی که سایر مجریان کاملا یقه بسته و در واقع در نهایت کت و شلوارهای ساده توسی یا مشکی تنشونه و در واقع و شاید هیچکس مثل رضا گلزار هودی چند هزار دلاری که شبیه پانچو هست یا هودی پانچوی چند هزار دلاری تنش نکنه و هر شب جین‌های در واقع چند میلیونی تنش نباشه و همه اینها در واقع نشأت گرفته از اینه که در واقع رضا گلزار قرارداد خیلی بالاتری رو با صدا و سیما به خاطر اجرای این برنامه‌هاش داشته. اما نکته جالب‌تر این بود که رضا گلزار اخیراً با یکی از کمپانی‌های خودروسازی که در واقع واردات ماشین‌های شاسی بلند چینی رو بر عهده دارن یک قرارداد چند میلیون دلاری داشت و بابت تبلیغات برای این شرکت یک خودروی چینی شاسی بلند که در لول سطح بالاتری نسبت به سایر خودروهای چینی قرار داره رو به عنوان هدیه دریافت کرد. این هدیه لاکچری آقا رضا یک عدد خیلی چشمگیر هستش و حرف 1-2 میلیارد و 4-5 میلیارد نیست. آقا رضای گلزار علاوه بر قرارداد و دستمزدی که با این شرکت خودروسازی تعیین کرده بود، این خودرو هم به عنوان هدیه از این شرکت دریافت کرد و در نهایت رضا گلزار با یک تیر چند نشان زد و حالا هم آقا رضا گلزار امروز یک استوری یا بهتر بگم چند استوری جنجالی منتشر کرده. او در ابتدا با منتشر کردن
تصاویری از خودش در یک فروشگاه لباس یک کت و شلوار و پاپیونی رو برتن کرده و در واقع خودش رو داره استایلش رو در جلوی آینه فروشگاه بررسی میکنه که آیا این کت و شلوار بهش میاد که بخره یا نه، و بعد با منتشر کردن تصویری از یک جاسویچی ماشین تسلا یک عکس رو استوری میکنه و در نهایت یک ویدیوی خیلی کوتاه از لحظه سوار شدن خودش بر ماشین جدید و فوق جنجالی خودش، یعنی از لحظه سوار شدن خودش بر ماشین تسلای سایبر تراک رو نمایی میکنه و شاید رضا گلزار قرارداد جدیدی رو با شرکت تسلا بسته و یک ماشین تسلای جدید رو هم به عنوان هدیه از این شرکت علاوه بر دستمزد خودش دریافت کرده. ولی آقای علی دایی با اینکه در واقع شهریار فوتبال کشورمون هستند، هنوز بنده خدا تو یک رستوران مونده که کلی هم منتقد داره بر قیمت غذاهاش و همچنین تازگی ها آقای علی دایی یه عینک و یک ساعت از برند خودشون رو نمایی کردن و با اون همه زحمتی که ایشون در زمینه ورزش در سطح بین الملل برای کشورمون کشیدند، ایشون در واقع در کنار رضا گلزار ثروتشون و همچنین ایجاد بازاریابی ایشون و قراردادهای ایشون با شرکت‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی همچنین مثل تسلا واقعاً در لول پایین‌تری قرار داره و این آقای دایی بود که باید با کمپانی تسلا برای رونمایی از خودروش قرارداد می‌بست. اگر بین ایرانی‌ها قرار بود کسی انتخاب می‌شد، نه آقای رضا گلزادی که در واقعشون هنر اصلی خودش رو این روزها که سینما و تلویزیون هست رو گذاشته کنار و دست به کار شده در زمینه مجریگری و بلاگری و اینطور چیزا. و جالبه بدونید رضا گلزار این روزها یک بلاگر خیلی خوبیه تا یک بازیگر برای سینمای کشورمون. نظر شما چیه دوستان عزیز؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید و لطفاً و حتماً لینک ویدیوها رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.